زیر میز مذاکرات. این روزا که بازار مذاکرات هسته‌ای داغ داغ شده، آمریکایی‌ها بازم شروع کردن به دب به در آوردن. به نظر میرسه میخوان دروغایی رو که بعد لوزان گفتن به ما تحمیل کنن و خطوط قرمز ایران رو عقب ببرن. البته مذاکره کننده های ایرانی خیلی سریع و به موقع جوابشون رو دادن. به قول آقای ظریف، آخه نمیشه که وسط مسابقه اسبشون رو عوض کنن. دیگه طوری شد که خودشون هم شاکی شدن و وزیر خارجه روسیه با اندوهی در دل و دیده گفت آقا اگه مذاکرات به نتیجه نرسه تقصیر ایناستا، یعنی آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها میخوان به مرگ بگیرن که ایرانی‌ها به تب راضی بشن، ولی عمرن تیم ایرانی با شجاعت کامل وارد جنگ دیپلماسی شدن. واقعیت اینه که آمریکایی‌ها اساساً سابقه درخشانی در مذاکره کردن ندارن در طول تاریخ. به نظر میرسه تو مدرسه که بودن معنای واژه اخلاق خوب براشون جان نیفتاده. در واقع این رویه آمریکایی‌ها شده که همیشه دقیقه‌های آخر دبر و در بیارن و بندازن تو زمین طرف مقابل. ولی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. ایرانی‌ها محکم وایسادن. یه مقدار بعدتر از بیانیه لوزان بود که رئیس جمهور ایران در جوابشون گفت همه تحریم‌ها و قطعنامه‌ها در همون روز اجرای توافق باید لغو بشه. یا دکتر ظریف که میگفت اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو نمیدیم، در جواب این که میگفتن بده. این آخری‌ها رئیس جمهور روسیه هم میگه تحریم‌ها باید به محض توافق برداشته بشه. با این همه آمریکایی‌ها میگن اگه عقب نرید میریم، ما میز مذاکره رو ترک میکنیم. راستش فکر میکنن ایرانی‌ها به مذاکرات نیاز دارن، اما نرفتن. چرا؟ چون اونا خیلی بیشتر به مذاکرات نیاز دارن. به هر حال ما مردم ایران از تیم مذاکره کنندمون حمایت میکنیم، به آمریکایی‌ها و دوستاشون هم بدبینیم. و اگه توافقی نشه قطعاً آمریکایی‌ها مقصرن.